در سالهای اخیر محل مناقشات بسیاری بر سر حقوق زنان و کسب برابری‌های اجتماعی برای آنها بوده. مناقشاتی که گاهی منجر به ایجاد و ساخته شدن برخی ایده‌های فرهنگی در علوم انسانی هم شده. در ایران پس از انقلاب اسلامی نخستین بار بحث حقوق زنان و برابری‌های اجتماعی مطرح میشه و در واقع انقلاب اسلامی از آنجا که نقطه عطفی در تاریخ کشور ما محسوب میشه، از این بابت ما میبینیم که در زمینه حقوق اجتماعی برای زنان حرف‌های زیادی برای گفتن داره، چرا که دین اسلام با نگرش‌های نو پس از انقلاب اسلامی در ایران مطرح میشه و از این بابت ما شاهد این هستیم که درباره حقوق زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی مباحث مختلفی مطرح میشه و برای حضور زنان در سطح جامعه مباحث بسیار جدید و شیرینی رو خواهیم دید. تصورم این است که این دفعه این نوبت انتخابات حساسیتش از دفعات قبل هم شاید بیشتر است، به خاطر اینکه تیرهای موجود در ترکش استکبار علیه شما مردم تمام شده. هر چه می توانستن ضربه زدن، هر چه داشتند و به عقلشون رسیده فعالیت کردند. این تیرهای آخره، باید بایستید، باید به توفیق الهی، فضل الهی، اراده خود، عزم خود را به رخ دشمن بکشید تا بفهمد که در مقابل این ملت نمیتوانه مقاومت کنه. به نام خدا، سلام و شب شما بخیر. شما از شبکه خبر برنامه 2.5 ساعت رو میبینید. در برنامه امشب من و همکارم خانم درزی میهمانان ارجمندی داریم که با توجه به مقدمه‌ای که خدمتتون اعلام کردم بحثی رو برای شما اجرا خواهیم کرد. خانم درزی خسته نباشید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه خبر سلام و شب بخیر عرض میکنم. خوش آمدید به برنامه 2.5 ساعت. در خدمت دو تن از بانوان کشورمون هستیم، بانوان موفقی که امشب مهمان ما هستند، خانم دکتر عظیم‌زاده اردبیلی و خانم رضایی نژاد. خوش آمدید به برنامه 2.5 ساعت و خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. خانم عظیم‌زاده اردبیلی، بحث رو با شما شروع میکنیم. به هر حال 33 سال از انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی میگذره. اینکه نقش و جایگاه زن ایرانی پس از انقلاب اسلامی چه تغییرات شگرفی داشته از حرمین شمسه و اصلا بر کسی پوشیده نیست، اما سوالی که من از شما داشتم اینه که فکر میکنید که انقلاب اسلامی اگر بخوایم خیلی ساده برشماریم چه دستاوردهای آشکاری برای زنان داشته و فکر میکنید حضور در عرصه های سیاسی مثل انتخابات که به هر حال ما در پیش رو داریم تا 2 روز آینده انشالله، این چه نقشی در حقیقت افزایش جایگاه، کرامت و منزلت و شأن زن ایرانی خواهد داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت بینندگان محترم برنامه و شما و همکاران عزیزتون. سوال شما داره دو بخش بود. یک بخش که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اون جایگاه و ارتقاءات و نهایتاً سطوحی که انقلاب برای زنان فراهم کرده و الان در حال حاضر این شرایط میتونه چه زمینه‌ای رو برای رشد زنان مهیا کنه. همونطور که فرمودید، شاید به یک نوعی میخوام عرض کنم عوامل مختلفی که بعد از پیروزی انقلاب در حقیقت زنان رو به عنوان نیمی از آحاد ملت ایران ما در جمع مردم میبینیم، نشون میده که همه اون آثار و دستاوردهایی که انقلاب شکوهمند اسلامی برای جامعه به ارمغان آورد، هم دستاوردهای فرهنگی، علمی، ارتقاء در سطح بار معنوی و نگرش افراد نسبت به مسائل دور و برشون و
خروج اون از اون عوامل بیتفاوتی نسبت به محیطشون و عوامل محیطی و همچنین حضور در صحنه، در صحنه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و همچنین حضور در پررنگتر در نهاد خانواده و بها دادن به مجموعه از معیارها و ویژگی‌هایی که برای نظام اسلامی قابل تقدیر بود، همه اون چیزهایی هستش که برای زنان ما و جامعه زنان ما انقلاب به دنبال داشت و به ارمغان آورد. نادیده نگیریم که قبل از انقلاب ما در نگاهی که رژیم وقت برای جامعه مهیا کرده بود، نگاهی ابزاری به زن داشتن و ارائه بسیاری از مشاغل در سطوح پایین برای زنان و انگیزه منفی برای دختران جوان تولید کردن برای اینکه خودشون رو به منصه ظهور بذارن به عنوان دختر شایسته و در حقیقت تبلور زیبایی اندام، زیبایی ظاهر، زیبایی پوچش صرفاً ملاک و نماد زن مسلمان و زن ایرانی بود. اما بعد از انقلاب اسلامی یک تحول بنیادین اتفاق میفته. این تحول به جای این هست که زن ایرانی قبل از اون که بخواد خودش رو عرضه بکنه در جامعه، فکرش رو، اندیشش رو و اون افق دوردست خودش رو به منصه ظهور میذاره و به عبارت دیگر با بکارگیری هم علم و هم معنویت و معرفت بیش از پیشی که در یک خانواده مسلمان داشته میتونه این شرایط و زمینه رو مهیا بکنه. و به حمدالله امروز که سوال دوم شما بود برای حضور در عرصه مسائل سیاسی به ویژه انتخاباتی که در پیش هست، باید عرض کنم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نکته ای رو فرمودن که ما هیچ وقت نمیتونیم نادیده بگیریم. فرمودن سهم زنان در پیروزی انقلاب نه تنها کمتر از مردان نبود، بلکه به مراتب بیشتر بود، چون زنان هم نقش ترغیب کننده و تشویق کننده مردان رو برای حضور بهینه در عرصه های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و تحمل مشقاتی داشتن که همسرانشون در زندان های ساواک بودن، مقاومت و ایستادگی این زنان بود که باعث شد هم فرزندانشون رو تربیت کنن و هم آمادگی لازم رو به همسران خودشون بدن برای ورود در صحنه سیاست. این زنان همون زنان هستن و دو روز دیگه صحنه خاصی رو رقم خواهند زد، به خاطر اینکه هم میخوان در مسائل شخصی خودشون و مسائلی که به بنیاد خانواده و حقوق زنان مرتبط هست و وکلایی رو به مجلس بفرستن، هم میخواهند برای اون در حقیقت ارتقاء بنیه جامعه قدم بردارن، چون بیش از 49% افراد جامعه ما رو زنان تشکیل میدن و این میتونه هم ارتقاء برای صنف زنان رو به دنبال داشته باشه و هم میتوانه برای فرد فرد جامعه اعم از زنان و مردان این بلوغ سیاسی رو تولید کنه ان شاء الله. یه سوالی که من برام پیش میاد، میدونید چیه؟ اینه که شاید پیش از اینها و شاید پیش از انقلاب، حتی تو خیلی از کشورهای جهان، زنان خاصی و زنان در سطح اندیشه خاصی شاید خودشون رو مجاز بدونن که در مسائل مهمی مثل مسائل سیاسی خودشون رو دخالت بدن. اما جالب اینه که ما به عنوان خبرنگار وقتی که میریم و با مردم مصاحبه میکنیم، همکارانمون مصاحبه میکنن، گزارش‌های رو از شهرستان‌ها ما میبینیم، حتی در روستاهای محروم زنانی که حتی سطح تحصیلاتی آنچنانی هم ندارن، راجب مسائل سیاسی و راجب مسائل کلان و مهم کشور خیلی زیبا اظهار نظر میکنن. این پایین این از برآمده از چیه؟ اساسا زنان به دلیل حس کنجکاوی و حس تعامل و تبادل و روحیات و روابط عمومی که در نهاد خانواده هم دارن، یعنی شما ببینید حلقه ارتباطات اعضای خانواده مادره، حلقه به هم پیوستگی و روابط عاطفی افراد خانواده مادره و اون انسجام بخش روابط و به نوعی تنظیم کننده روابط و برنامه ریزی پدر خانواده هست. طبیعتاً زنها و خانومها به واسطه اون خصلت‌های فطری و رفتاری که دارن از یک ویژگی خاصی برخوردارن و اون اینکه براشون رفتار و تعاملات افراد بسیار مهمه و کنش‌ها و واکنش‌هایی که از افراد سر می‌زنه باعث میشه که اون رو مورد تعمق بیشتری قرار بدن. شاید به این نتیجه من فکر می‌کنم باید رسید که زنان در عرصه روابط اجتماعی و ورودشون برای مسائل مختلف طبیعتاً این حساسیت و تیزنگریشون و ریزبینی
روی مسائل به اونها این کمک رو میکنه که حوادث و وقایع رو گونه دیگری ببینن و تحلیلی که دارن هم تحلیل درون سازمانی و درون خانگی به دلیل جایگاه و موقعیتی است که اون فرد احراز میکنه، هم به خاطر موقعیتی است که در شرایط جامعه و سیاست‌های بیرونی قطعا اون خانم از خودش مجبور هست ارائه بکنه. برابر این در دو نقش این زنان دارن ایفای نقش میکنن، هم نقشی که در نهاد خانواده براشون تعریف میشه، هم اون مسئولیت و ویژگی‌هایی که در جامعه برای اونها طراحی شده و دیده شده. همه اینها میتونه مؤید یکدیگر باشه برای اینکه بتونه اون فرد تحلیل درستی رو از رفتار جامعه داشته باشه و وظیفه خودش رو تبیین بکنه. خانم درزی اگر موافق باشید همطور مهمانان عزیز با از این به بعد یه ذره عینی‌تر و یه ذره ملموس‌تر صحبت بکنیم، یعنی بریم سراغ مسائلی که خیلی باهاش هممون درگیر هستیم و خیلی تئوریک و خیلی شبیه به تحلیل‌هایی که ممکنه مثلا در دانشگاه‌ها مطرح بشه صحبت نکنیم. اگر اجازه میدید خانم رضایی‌نژاد هم با من هم کلام بشن. ببینید خانم رضایی‌نژاد، یک بحثی که وجود داره اینه که خب زنان در همه جای دنیا تحصیل می‌کنن، زنان در همه جای دنیا همطور که من اول صحبت هم اشاره کردم به دنبال حقوق خودشون هستند، حقوقی که گاهی حقوق از دست رفته و نابرابر توصیف میشه. توی ایران هم در هر حال ما فعالیت‌های اجتماعی زیادی در این زمینه داریم، منتها فرق داره. یعنی ببینید زمانی که ما توی ایران از صحبت می‌کنیم از حقوق زنان و مثلا وکیلی که در ایران در زمینه حقوق زنان فعالیت می‌کنه، خیلی تفاوت داره با وکیلی که در کشورهای دیگه صحبت می‌کنه و ما داریم میگیم زن ایرانی. اگر موافق باشید در این مورد با هم صحبت بکنیم که زن ایرانی جویای حقوق اجتماعی واقعاً چه تفاوتی داره با زن غیر ایرانی و این تفاوت‌ها به چی برمیگرده؟ آیا به فرهنگ ایرانی برمیگرده؟ به سرشتش برمیگرده؟ از نظر شما به چه چیزی برمیگرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما مهمان محترم و بینندگان عزیز. اون چیزی که مشخصه ما وقتی می‌خوایم تحلیل کنیم حضور زن ایرانی رو در بحث انتخابات و به طور عام بحث مشارکت سیاسی زن ایرانی رو می‌خوایم بررسی کنیم، باید بازگردیم به ابتدای این مشارکت توی دوران مدرن که این برمیگرده به انقلاب مشروطه و حتی پیش از اون بحث جنبش تنباکو. ما حضور و نقش مؤثر زن ایرانی رو اونجاها می‌بینیم که حتی از درون خود حکومت و دربار این حرکت شروع میشه. در عرصه اجتماعی ما این مشارکت رو میبینیم، به خصوص در انقلاب مشروطیت، و خواستار حقوقی هستن زنان به طور مشخص. و این جالبه وقتی تاریخ بحث حقوق زن و حق رأی زن رو ما بررسی میکنیم، میبینیم این خیلی جالبه که این همزمان با بحث حق رأی توی دنیا هستش. دریافت حق رأی 1893 اگه اشتباه 96 در نیوزلند اولین کشوری هستش که به زنان حق رأی میده و این جنبش مشروطیت 1906 در حقیقت. این همزمانی رو شما چجور تحلیل میکنید؟ من بینش بالای ایرانی میبینم این رو و اینکه همیشه همزمان با اون روند پیشرفت در جامعه پیشرفته زن ایرانی تو هر شرایطی. حالا اون دوره اصلا واقعیتش اینه که وقتی ما انقلاب مشروطه رو داریم، اصلا حتی دسترسی به روزنامه و کتاب بسیار محدود بوده، ولی این درون جوش و به صورت خود به خودی این حرکت انجام شد. اصلا حضور زنان هم خیلی محدود بوده. بله. یعنی هیچ جایگاهی تو اجتماع نداشتن. ولی خواهان این قضیه میشن. زن ایرانی خودش خواهان این قضیه هستش و حدوداً فکر میکنم 1963 هستش که ایران به هر حال حکومت وقت تن میده به بحث حق رأی به زنان. بعد از انقلاب هم خب حضور زن ایرانی چه در عرصه انتخاب به صورت به عنوان انتخاب شونده و چه به صورت انتخاب کننده ما میبینیم که خیلی بیشتر شکوفا میشه. حالا این به دلیل بحث افزایش سطح تحصیلات و کاهش اون محدودیت هایی هستش که بار بود بر زنان ایرانی پیش از انقلاب به دلیل شرایط بد اجتماعی که وجود داشت و خیلی از خانواده ها اجازه نمیدادن اصلا زن به تحصیل بپردازه. ولی خب به دلیل شرایط مناسبی بعد از انقلاب پیش میاد
خوشبختانه شرایط برای زن ایرانی فراهم میشه و ثابت میکنه به دنیا که با حجاب و با حفظ عفت میشه وارد عرصه اجتماع شد و هم به صورت انتخاب شونده و هم به صورت انتخاب کننده نقش موثری رو ایفا کرد. آیا اینجوری به نظر شاید بیاد؟ یعنی اگر بخوایم یه ذره دقیق تر صحبت بکنیم با هم، شاید اینجوری به نظر میاد که بعد از اینکه انقلاب پیروز میشه انقدر شرایط اجتماعی مهیا هست که دیگه هیچ مبارزه ای اصلا پس لازم نیست که زنها انجام بدن و دیگه انقدر شرایط همه چیز مهیاست، فراهمه و همه خانم ها میتونن بیان توی عرصه و هر جور که دوست دارن فعالیت بکنن و هیچ رقابتی هم وجود نداره. آیا اینطوره یا اینکه نه ما هنوز رقابت داریم و حالا نوع این رقابت چه تفاوتی میکنه؟ من فکر میکنم به هر حال ما به عنوان همونطوری که خانم عظیم‌زاده فرمودن نیمی از جمعیت کشورمون یه مطالباتی داریم در هر صورت و همچنان من اتفاقا امروز داشتم قبل از برنامه فکر میکردم به این فکر کردم که طبق قانون اساسی زن ایرانی محدودیتی برای اینکه رئیس مجلس بشه نداره. خب چه خوبه که ما این رو تقویت کنیم، یعنی یه شرایطی خود زنان با حضورشون در انتخابات چه به عنوان انتخاب شونده و چه به عنوان انتخاب کننده این حق رو برای خودشون ایجاد کنن، وجود داره و به دنبال این باشن و به مراتب بالاتر سیاسی فکر کنن. وقتی که ما مثلا توی قانون اساسی به هر حال یه ابهامی در مورد ریاست جمهوری وجود داره، ولی در مورد بحث ریاست مجلس این ابهام وجود نداره و صریحا این اجازه داده شده به زن، این حق هست برای زنان ایرانی. خوبه به این فکر کنیم فکر میکنم و حالا عرصه های دیگه مثلا حتی شده ریاست کمیسیون های مختلف توی مجلس. ببخش خان دکتر عظیم‌زاده اردبیلی، بذارید من از شما یک سوالی بپرسم. ببینید به هر حال با توجه به همه این پیشرفت هایی که زنان ایرانی داشتن، نکته‌ای که خیلی به نظر عجیب میاد اینه که همواره غرب ایران رو متهم به نقض حقوق زنان میکنه. فکر میکنید که این اتهامی که در حقیقت ایران و جمهوری اسلامی ایران رو بهش در حقیقت متوجه میکنن از کجا نشأت میگیره؟ من یه مقدمه کوتاه میخوام برای پاسخ به سوال حضرت عالی عرض کنم. اولا برای من باعث افتخاره امروز توی نشستی هستم که همسر دکتر رضایی نژاد از شهدای هسته ما در کنارشون حضور دارم و وجود ایشون برکت این برنامه است، به خاطر اینکه سمبل مقاومت و ایستادگی زن مسلمان در وجود افرادی همچون خانم دکتر و دیگر بانوانی که همسران شهدا و ایثارگران هستن نمادش دیده میشه و شاید قسمتی از پاسخی که میخوام به شما بدم در همین بحث هست. ببینید شما میدونید که همه ساله اجلاسی برگزار میشه در نیویورک در سازمان ملل و جمعی از نمایندگان ملت‌ها و کشورها به اون کشور میرن برای ارائه تحولات و توانمندی زنان در امریکا، مسائلشون مطرح میکنن، به تعامل و تبادل میپردازن. من قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم این سوال رو از آمریکا و همه دستاندرکارانشون در اون کشور دارم. چه واهمه ای احساس کردید که به تیم جمهوری اسلامی که 5 خانوم بیشتر نبودن شما ویزای ورود به کشور امریکا رو ندادید؟ سازمان ملل سازمان ملت هاست و همه کشورهای عضو و حق عضویت به پرداخت میکنن به دلیل اینکه بتوانن در اونجا در تعامل با ملت ها باشن. و امروز الان 2-3 روز اجلاس شروع شده 27 فوریه، ولی ما هنوز اینجا هستیم و ویزامون صادر نشده. میخوام عرض کنم هیاهویی که غرب تولید کرده برای دفاع از حوزه حقوق زنان صرفا یک هیاهو برای سیاسی جلوه دادن مسئله زنان و خانواده هست و این مقوله‌ای که خودشون تحت عنوان مسئله فرهنگی و اجتماعی در دنیا مطرح میکنن این رو به نیستی سپردن و کاملا تبدیل کردن به یک پدیده سیاسی. ما در ماجرای فتنه 88 و تلاطمات سیاسی که دولت جمهوری اسلامی در گذشت این 30 سال پشت سر گذاشتیم دیدیم یکی از روزنه هایی که دشمن ورود کرده برای اینکه مقاصد خودش رو به گونه دیگری جلوه بده یکی مسئله ولایت فقیه بوده و یکی مسئله زنان و خانواده. اما حق و سوال اینجاست
آیا زنان در جمهوری اسلامی به مجموعه ای از حقوق خودشون در عرصه های مختلف اجتماعی رسیدن و این صرفاً یک تبلیغات سو هست و یا اینکه نه، طبق سوالی که الان عزیزمون مطرح فرمودن، واقعیت اینه که لازمه که یک تعامل و چالشی بشه برای اینکه بتونن زنان به حقوق خود به نحو مطلوب تری دست یابن. اما اون چیزی که غرب امروز داره مطرح میکنه، خودش در انگاره های ذهنیش زن رو به عنوان یک ابزار اقتصادی برای رسیدن به منافع و تجارت اقتصادی، امروز تجارت زنان و دختران حرف اول رو در دنیای سرمایه داری میزنه و اقتصاد کاپیتالیسم رمز موفقیت خودش رو در دهه و 15 سال گذشته تجارت و قاچاق دختران معرفی میکنه. اون چیزی که بعد از بصیرت یافتن زنان و دختران دنیا اقتصادشون رو با رکود مواجه کرد و امروز جنبش وال استریت نشون میده که غرب در این پدیده اجتماعی هم با شکست مواجه شده، به دلیل اینکه اقتصاد خودش رو روی کودکان و روی دختر بچه‌ها و اقتصاد و تجارت زنان متمرکز میکنه. و بالعکس ما میبینیم برای مواجهه با کشورهایی مثل کشورهای مسلمانی مثل ایران، سوریه، لبنان، پاکستان و بسیاری از کشورها از این زاویه ورود میکنه که من برای احقاق حقوق زنان شما قد علم کردم و دارم ندای آزادی خواهی سر میدم. ولی ما بعد از پیروزی انقلاب دیدیم که به هر حال در دولت جمهوری اسلامی، در دول گذشته و دولت فعلی کارهای زیادی برای زنان صورت گرفته. هنوز شاید ما در نقاط میانی باشیم برای اینکه بتونیم اون الگوی تعامل و رفتار و احقاق حقوق زنان رو انجام بدیم. ولی نکته مهم اینجاست که امروز زنان ایرانی حتی به مرحله دانشمندان برگزیده دنیا میرسن. در المپیادهای علمی، در مجموعه از توانمندی‌ها، مدیریت‌های کلان کشور. من می‌خوام در ادامه فرمایش خانم دکتر رضایی نژاد عرض کنم که واقعیتش اینه که ما امروز مدیریت‌های کلان، سیاست‌گذاری‌ها و سیاست‌سازی‌ها و تصمیم‌سازی‌های بزرگی که داره صورت می‌گیره در عرصه کلان جامعه، بسیاری از بانوان فرهیخته و نخبه ما حضور دارن و نه تنها در کمیسیون‌های مجلس، بلکه در کمیسیون‌های سیاست‌گذاری وزارت‌خانه‌ها. ما در همه وزارتخونه‌های ایران، شما بگردید یک کشوری رو در دنیا پیدا کنید که همه وزراشون مشاور خانم دارن. ایران، ایران اسلامی ما در تمامی وزارتخونه‌ها، وزارت اقتصاد، نفت تا وزارت آموزش و پرورش، علوم و سایر وزارتخونه‌ها همه مشاور زنان دارن و اینها یعنی تصمیم گیری در همه مجموعه مطالبی که لازمه در اون وزارتخونه با خانم‌ها مشورت بده و برنامه ریزی بشه. ممنون خانم دکتر، صحبت شما خیلی شیرینه. من از هیچ جاش واقعا نتونستم درس بگیرم. ما یه فرصت کوتاهی بعد در اختیار همکاران پخش بذاریم این برنامه رو. در ادامه اگر موافق باشید با توجه به اینکه انتخابات رو در پیش رو داریم متمرکز بشیم روی بحث انتخابات. همکاران محترم در پخش. می‌کنم که یکی از جدایی ناپذیرترین قسمت‌های زندگی زنان ایرانی مشارکت‌های اجتماعیشون باشه و خیلی هم موفق بودن در این زمینه. مشارکت‌های خانم‌ها به دلیل حالا ساختار وجودیشون و جزئی‌نگریشون خیلی مهمه توی جامعه و اینکه حالا یه جامعه بدون مشارکت خانم‌هایی که توی عرصه جامعه هستن فکر می‌کنم که نمیتونه به اون شکل فعالیتش به صورت جزئی و به صورت خیلی ریزنگر پیش ببره. خانم ها به دلیل اینکه 50% حداقل یک جامعه رو تشکیل میدن، اگر بتونن فعالیت های اجتماعی داشته باشن و در تصمیم گیری های نهادهای مهم اجتماعی شرکت کنن، میتونن به عنوان یکی از تاثیرگذارترین گروه ها باشن. باید به کشورهای دیگه نشون بدیم که خانم های ما حرف اولو میزنن، چه تو انتخابات باشه، چه توی راهپیمایی باشه، توی همه چیزایی که ملی باشه آره شرکت میکنیم و همیشه هم هستیم. الان دوره شده که خانم‌ها باید پا به پای آقایون توی اجتماع فعالیت کنن، تا حتی یه جاهایی باید ما پا به پاشون حتی جلوتر از آقایون باشیم. مثلا انتخابات؟ انتخابات هم مهمه. فکر میکنید تو انتخابات خانم‌ها بیشتر مشارکت میکنن یا آقایون؟
ایشالله که خانم‌ها باشن. والا فکر می‌کنم که تساوی برقرار بشه تو این زمینه. برای اینکه بتونم تاثیرگذار باشم در تصمیم‌گیری‌های کلانی که می‌خواد در اجتماع صورت بگیره. مملکتمون رو دوست داریم و دوست داریم که توی شرکت داشته باشیم توی فعالیت‌هایی که حالا خب به عنوان یه تکلیف رو گردنمون هم هست. اینکه تو دنیا همیشه اسممون، نام کشورمون سرافراز کشورهای دیگه باشه. من دوست دارم که تو کشورم تو مسائل سیاسی، اقتصادی، علمی پیشرفتی که میکنه منم سهیم باشم و تو رای گیری شرکت بکنم. رقم زدن آینده خودمون و نسلهای بعدیمون. دوست دارم در یه چیز جمعی کشورم سهیم باشم، در انتخابش سهیم باشم. حضور ما میتونه پاسخی باشه به تهدیدها و تحریم‌های آمریکا. از برنامه دو نیم ساعت همچنان در خدمت شما هستیم. ساعت 21:03:35 است. در خدمت دو مهمان عزیز هستیم. دو تن از بانوان خوب کشورمون، خانم دکتر عظیم‌زاده اردبیلی و سرکار خانم رضایی نژاد. خانم دکتر عظیم‌زاده با شما بحث می‌کردیم و گفتگو می‌کردیم و چون بحثمون ناتمام بود به دلیل اینکه باید نیم ساعت اول رو به پایان می‌رسونیم، بحثو من ترجیح می‌دم ادامه بدم. ببینید ما صحبت کردیم در مورد تبلیغات کشورهای غربی در مورد نقض حقوق زنان در ایران و اینکه این کاملاً جنبه سیاسی داره. حالا ببینید در ایران اسلامی ما تقریبا هر سال یک انتخابات برگزار شده. 12 اسفند هم ما یک انتخابات داریم، انتخابات مجلس نهم. فکر می‌کنید که حضور پررنگ زنان، حضور باشکوه زنان در این انتخابات، البته این رو زنان همیشه اثبات کردن که چقدر حضور زیبایی دارن در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اما حالا توی این صحنه به هر حال شرایط خاصی هم داریم، فکر می‌کنید که این حضور چقدر می‌تونه خنثا کننده این اتهامات بی اساس باشه؟ من فکر میکنم خانوم ها در این زمینه در دو زاویه قطعا حضور چشمگیر خواهند داشت، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن. یکی به عنوان عامل مشوق اعضای خانواده، یعنی همسر و فرزندانشون، برای اینکه از اولین دقایق شروع انتخابات انشاءالله پای صندوق ها حاضر باشن و مشتاقانه برن و آراء خودشون رو ارائه کنن، و یک نکته دیگر خودشون به عنوان جنس زن، به عنوان نیمی از افراد جامعه میخواهند پای صندوق بیایند که به هم به جامعه و هم به آحاد ملت، هم به وکلای خودشون، هم به همه اونهایی که اون بر مرزها نشستن و برای ما برنامه ریزی میکنن بگن که من زن مسلمان خودم به فرمایش امام، حضرت امام، قیم نمیخواهم. بله. من میخواهم خودم برای خودم تصمیم بگیرم، وکلای رو به نیت خودم انتخاب بکنم که اونها محق بتوانند و از حق من دفاع کنند و من در حقیقت نمایندگانی رو به مجلس میفرستم که هم متخصصند و هم متعهد، آگاه در حوزه زنان و خانواده، و قطعا اگر از بین این افرادی که میخوایم به مجلس بفرستیم خانومهای متخصص و متعهدی رو شناسایی کنیم، یقینا اونها چون خودشون در این صنف و این جنس حضور دارند بهتر میتوانند مسائل زنان رو منعکس بکنند. پس به فرموده عزیزمون که دقایق قبلی مسئله مطرح فرمودن، پیش به سوی مجلسی که بتوانیم افرادی آگاه، بصیر، متخصص، متعهد و ولایت مدار رو انتخاب کنیم. یقیناً اگر جمع کثیری از بانوان متخصص و متدین رو پیدا کنیم در این لیست ها و انتخاب بکنیم، یقیناً میتوانن برای جمع زنان کشورمون قدم های محکمتری بردارن، چرا که وقتی از جنس خودشون باشن نیازهای زنان رو در مسائل حقوقی و اجتماعی بهتر میتونن تشخیص بدن. بله همینطور. خانم رضایی نژاد، خانم دکتر خیلی خوب اشاره کردن به حضور پرشور زنان، اینکه هم مشوق هستن، هم شرایط رو برای اعضای خانواده فراهم میکنن و همین که خودشون حضور خیلی خوبی دارن. در مورد
نامزدهای خانم صحبت بکنیم. به نظر شما چه انگیزه هایی میتونه وجود داشته باشه به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مسائلی که زنان ما با اون درگیر هستن که یک خانم بتونه خودش رو در شرایطی ببینه و محق باشه و احساس بکنه که این شایستگی رو داره برای اینکه برای گروهی از مردم قانون تصویب بکنه و مسائل اونها رو درک بکنه؟ در واقع دوست داریم درباره انگیزه های زنا صحبت بکنیم، درباره انگیزه های خانم ها صحبت بکنیم، چه انگیزه های اونها رو نامزد مجلس میکنه. من فکر میکنم که حالا دوست ندارم نگاه جنسیتی نسبت به بحث انتخاب حالا شدن بکنم، ولی به هر حال برنامه مختص به بحث زنان و انتخابات هستش. فکر میکنم زنان به طور عام میتونن انگیزهشون برای شرکت در انتخابات بحث مشارکت سیاسیشون در جامعه قاعدتاً باید باشه به هر حال، و ایفای یه نقش توی مثلا به هر حال قانون گذاری، مخصوصا بحث انتخابات که مطرح میشه، انتخابات مجلس، بحث قانون گذاری و تصویب قوانینی که به هر حال اون علایق و اون ایدئال های جامعه رو داره به منشأ ظهور میرسونه. و به طور خاص وقتی بخوام این قضیه نگاه کنم، وقتی یه زن انتخاب میشه و خودش رو کاندیدا میکنه برای انتخاب شدن، در حقیقت چون از جنس زنان هستش با مسائل و مشکلات زنان و اون مطالبات زنان بیشتر از قطعاً بیشتر از یک مرد آگاه هستش به اون مطالبات و حتی میتونم بگم به مطالبات فرزندان یک جامعه هم بیشتر آگاه هستش، میتونه نقش بسیار مؤثری توی بحث تصمیم سازی و قانون گذاری توی کشورمون داشته باشه. از این لحاظ واجب هستش حضور زنان و حضور حتی اکثریت بیشتری نسبت به اون چیزی که الان هستش در عرصه انتخاب شدن. خانم دکتر، نظر شما چه هست درباره انگیزه های بانوان؟ من فکر میکنم خانم ها بعد از انقلاب یک شور و هیجان خاصی درشون به وجود آمد، چون تصور میکردن بعد از یک حکومت 2500 ساله بسیاری از حقوق فردی اجتماعیشون رو از دست دادن و بایستی گام بردارن، هم برای احقاق حقوق گذشتشون، هم برای اینکه بتوانند به اون تعالی که اسلام برای حقوق زنان تبیین کرده دست بیابند. همین باعث میشد که تلاششون رو مضاعف کنن در ورود به دانشگاه ها، در ورود به عرصه های علمی، و یقینا یکی از این کرسی ها احراز کرسی های نمایندگی مجلس و وکالته. ما در سوره مبارکه توبه اگر اشتباه نکنم آیه 71 داریم، آیه ای رو که خداوند متعال به مؤمنین و مؤمنات این ولایت رو میده، میگه همدیگر رو امر به معروف و نهی از منکر کنید و همدیگر رو در مسیر هدایت قرار بدین. این نقش ولایی در تفسیر بسیاری از مفسرین ما ولایت حتی سیاسی و اجتماعیه، زعامت سیاسی و اجتماعیه، یعنی نشون میده دقیقاً که بانوان هم یعنی زنان مؤمنه میتوانند در کنار مردان مؤمن در جامعه نقش هدایتگری داشته باشند. و چه جایی بهتر از محل علم و تحصیل و بحث و وعظ و در این حال تقنین قوانین برای جامعه و قشر بانوان و خانواده و نهاد خانواده، که یک زن بتوانه با اون دریافت‌هایی که ادراکاتی که در درونش داره حضور داشته باشه. من فکر می‌کنم امسال حضور بانوان رو چشمگیرتر دیدیم در بخش نامزدها و انشاءالله حضور در رأی‌دهی رو هم به مراتب بیشتر داریم، چون دختران جوان ما راغبند بر این که بتوانن سرنوشت سازی بکنن برای خودشون انشاءالله. آنچه که زنان نماینده یا دقیقا نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در دوره‌های گذشته داشتن چیه؟ فکر می‌کنید که در دوره‌های گذشته چطور عمل کردن؟ ببینید، حالا این جلسه شاید جلسه نقد و بررسی عملکرد مجلس ها نباشه. اگر جلسه نقد و بررسی عملکرد مجلس های هشتگانه باشه، اونجا عرض خواهم کرد به تفکیک هر مجلس مورد نقد و بررسی قرار بدیم عملکرد اون مجلس ها و به ویژه بانوان حاضر. همونجوری که مملکت ما در این 30 چند سال دچار تلاطمات سیاسی مختلفی بوده، در برهه‌هایی افرادی در جامعه حضور داشتن که با نگرش تمرکز اصل ولایت و تبیین این مسئله
حرکت کردن و با محوریت قائل شدن به مسئله ولایت نیازهای جامعه رو شناسایی میکنن و حرکت میکنن. ما در برهه هایی هم داشتیم افرادی رو در ادوار مختلف تصمیم گیری در جامعهمون که متاسفانه با تساهل و تسامح با بسیاری از پدیده‌های سیاسی و اجتماعی برخورد کردن و کار مجلس در برخی از ادوار ما میبینیم متاسفانه به سیاسی کاری به جای اجتماعی پرداختن و فرهنگی نگریستن به نیازها پرداخته میشه. فارغ از این مسئله میخوام عرض بکنم که به حمدالله با پشت سر گذاشتن اون تلاطمات به ویژه ما در مجلس ششم تلاطمات بسیار جدی رو پشت سر گذاشتیم که خطر بزرگی رو از بیخ گوش ملت ایران پشت سر گذاشته. من یک نمونه رو برای تنویر افکار عمومی میخوام عرض کنم. ما در اول مرداد سال 82 مجلس ششم متاسفانه مسئله رو تصویب میکنه، اون هم الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کنوانسیونی که در سازمان ملل به تصویب میرسه و سردمداران غرب و صهیونیسم جهانی اون رو رقم میزنن برای اینکه کشورهای مسلمان رو به یوغ استعمار فکری در حوزه مسائل زنان و خانواده سوق بدن. و در اول مرداد 89 تاریخ ما نشون میده، در تمام مستنداتش در تمامی سایت های اینترنتی هم وجود داره، عزیزان میتونن استفاده بکنن و مصوبات مجلس. متاسفانه غفلت، تساهل، تسامح، نمیدونم تعمد، هر چیزی که باید اسمش گذاشت و شاید خیانت برخی از وکلای مجلس در اون دوران باعث شد که این مسئله صورت بگیره. در حقیقت خودشون اعتراف کردن که واقعا ما تبعیض در مورد زنان در ایران داریم. در حقیقت این فعالیت بخشیدن به این مسئله و تصویبش در اون مجلس معنا و مفهومش این بود که در جمهوری اسلامی تبعیض وجود داره. وجود داره، در حق زنان داره روا میشه و ما باید به کنوانسیون بپیوندیم. ولی هوشیاری به موقع مقام معظم رهبری و علمای گرانقدرمون، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مشکینی اردبیلی و مرحوم آیت الله فاضل، از جمله علمایی بودن که اون موقع با صدور اطلاعیه اعلام کردن پیوستن به کنوانسیون تعارض با اصول قطعیه و شرعیه دین ما داره و یقینا به این معناست که اگر ما به کنوانسیون ملحق بشیم بسیاری تعالیم شرعی رو باید زیر پا بگذاریم. از جمله ببینید ما در حقوق انسانی بین زن و مرد برابری داریم. یعنی اینجاست که واقعا نقش قانونگذاری و اینکه چه قوانینی در مجلس تصویب میشه اینقدر پررنگ خود جلوه‌گر میشه. دقیقاً. ببینید حقوق انسانی زن و مرد برابره. بله. اونها به دنبال کدوم تبعیض بودن؟ آیا ما تبعیضی بین حقوق انسانی زن و مرد میبینیم؟ قرآن کریم این رو برابر دونسته. ما یک حقوق انسانی داریم، یک حقوق مبتنی بر هویت جنسی داریم. حقوقی که مبتنی بر هویت جنسیه، یعنی جنس زن و جنس مرد، نه اون متفاوته. این حقوق اجتماعی به دلیل اینکه ساختار وظایف محوله به زن و مرد متفاوته. طبیعتاً من مثال عرض میکنم، شما وقتی که به یک مدیر مدرسه وظایفی رو بهش واگذار میکنید، آیا تکالیفی رو که به یک مدیر یک شرکت مالی واگذار کردید ازش مطالبه میکنید؟ میگید هرگز. من آنچه که از اون مطالبه میکنم با وظایفی که به اون محول کردم باید همخوانی داشته باشه. حالا برگردیم به سراغ زن و مرد. وقتی زن و مرد به حسب جنسیتشون وظایفی بهشون متحمل میشن، طبیعتاً به همون حسب بایستی حقوقی برای اونها مترتب بشه و تکالیفی. یقیناً اون جنس، اون ویژگی ها میتوانه سازوکار حقوق اجتماعی رو طراحی بکنه که مبتنی بر جنسیتشونه. ما تفاوت در حقوق اجتماعی زن و مرد داریم و لزوماً هر گونه تفاوتی تبعیض نیست. شما وقتی بین فرزند دختر و پسرتون تفاوت قائل میشید آیا تبعیضه؟ اگر لباس متناسب با فرزند پسر و دخترتون رو تهیه میکنید آیا تبعیضه؟ تبعیض نیست، تفاوته. وقتی اسباب بازی متفاوت نوع فرزندتون رو تامین میکنید آیا تفاوته یا تبعیض؟ تفاوته. و به هر حال میخوام اینو عرض کنم، در کنوانسیون رفع تبعیض در 16 ماده صریحا ذکر میشه هر گونه تفاوتی تبعیض است، در حالی که در تعالیم دینی ما هر گونه تفاوت تبعیض نیست، به دلیل اینکه تفاوت ها مبتنی بر ساختار جنسیتی و فطری افراد طراحی شده و هر استعدادی تولید کننده یک حق و هر حقی نقطه قرینش تکلیفی رو به دنبال داره. من دکتر من عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم، ولی
خواهش میکنم که دیگه یه مقدار وارد بحث انتخابات بشیم و حضور زنان. خانم گوران شما فکر میکنم سوالی داشت از خانم رضایی نژاد. خیلی این مباحث بسیار من دلم نمیخواد از بحث انتخابات که خیلی هم داغ دور بشیم. دقیقا همینطوره. صحبت شما واقعا به گفته خانم گوران خیلی شیرینه. دلم نمیخواد صحبتتون رو قطع کنم، ولی به هر حال موضوع بحث امشب زنان و انتخابات هست. نخواستم از اون فضا هم خیلی دور بشیم. بله متشکرم خانم دکتر. به هر حال دنیای غرب هم با توجه به همه تلاشایی که برای ایجاد قوانینی برای نجات زنان از مشکلاتشون میکنه همچنان ناموفقه و هی مجبوره که به این قوانین متوهم‌های اضافه بکنه که بتونه یه جوری راه نجات پیدا کنه، ولی میدونیم که این اتفاق نیفتاده. خانم رضایی نژاد، همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، شما خودتون هم جزو خانواده معظم شهدا هستید و در هر حال حداقل بیشتر از همه ما شاید بتونید در این مورد عینی تر صحبت بکنید و از مسائلی حرف بزنید که برای ما خیلی عینی و ملموس نیست. کشور ما، مردم کشور ما به هر حال برای رسیدن به اون چه که براش انقلاب کردن خیلی خیلی چیزها رو شهید کردند. شما هم فکر میکنم در ردیف اول این افراد باشید. برای ما در مورد این صحبت بکنید که چقدر اهمیت داره که ما برای پیشرفت‌های علمی شهید بدیم. یعنی اینکه انگار الان جبهه جاش داره عوض میشه، انگار کرسی‌های دانشگاه شده یه جایی برای شهادت، و حالا ما میبینیم که مثلا وقتی یک در زمینه انرژی هسته‌ای وقتی ما یه شهید از دست میدیم، شبیه به همسر بزرگوار شما، فردای اون روز دانشجوی زیادی هستن که دوست دارن تغییر رشته بدن و دوست دارن که این عرصه رو که شبیه به شهد شیرین شهادت هست بچشن. برای ما در این مورد صحبت بکنید، چطور شده؟ یعنی چه اتفاقی افتاده که حالا جبهه مبارزه با ایرانی عوض شده؟ حالا دیگه شهادت شده عرصه‌های علمی، شده کانون‌های علمی، شده محافل دانشگاهی. شما خیلی ملموس این موضوع رو درک میکنید. بله، واقعیتش این هستش که یکی از اصلی ترین شعارهای انقلاب اسلامی بحث استقلال بود. الان هم دشمن، من فکر میکنم دقیقا استقلال علمی ما رو تو هر برهه به هر نحوی سعی کرده به جمهوری اسلامی ضربه وارد کنه، به کشور ما ضربه وارد کنه. الان چون میدونه ایران توی عرصه هایی نمیتونه جلوی پیشرفت علمی ایران رو بگیره، به روش بزدلانه و مزبوحانه ترور و حذف فیزیکی افراد روی آورده. من فکر میکنم که البته تو این عرصه به عنوان یه قربانی ترور من دارم صحبت میکنم، قطعا شکست میخوره، چون این قطعیه که حق بر باطل پیروزه و بدون تردید من خودم و مملکت خودم رو در جایگاه حق میبینم. فکر میکنم که ما حق داریم، همونطوری که اونها حق دارن بسیار از تکنولوژی ها رو داشته باشن، ما هم حق داریم برای بیمارانمون که الان به دلیل تحریم هایی که وجود داره دارو بهشون نمیرسه، و برای اصلا پیشرفت مملکتمون، برای آینده فرزندانمون حق داریم توی همه عرصه ها، از جمله بحث های هسته‌ای، از جمله بحث های هوا و فضا، از جمله بحث های پزشکی، از جمله بحث های حتی علوم انسانی ما پیشرفت کنیم. و حق و غرب و ایادی غرب و به هر حال کسانی که دشمن ما هستن اجازه ندارن به هیچ عنوان جلوی پیشرفت مملکت ما رو بگیرن و استقلال علمی ما رو نشونه بگیرن. خانم رضایی نژاد، اجازه بدید من شما رو خدمت بینندگان عزیز شبکه خبر هم معرفی کنم. در حقیقت رضایی نژاد نام واقعی ایشون نیست، ایشون به اعتبار نام همسرشون شهید رضایی نژاد که از شهدای هسته یک کشورمون هستن، ما خانم رضایی نژاد طریقت ایشون رو خطاب قرار میدیم و خیلی خوشحالیم که امشب در جمع ما هستند. به عنوان طریقت خیلی خودشون هم زیبا بیان کردن قربانی ترور و قربانی یک روش بزدلانه که خودشون به درستی ازش یاد کردن. من عذرخواهی میکنم وسط صحبت شما، اشکم در چشمای خانم رضایی نژاد حلقه زده، به هر حال ببخشید اگر که ما باعث دلگیری شما شدیم. به هر حال این طبیعی هستش که حق حیات رو از افرادی
شهدای عرصه جهاد علمی کسانی هستند که من جای دیگه هم عنوان کردم تنها گناهشون کمک به پیشرفت مملکتشون بوده و همچنین قلمشون هم سلاحشون بوده. هیچ وسیله دفاعی دیگه ای نداشتن این افراد و تنها به این جرم و به این گناه به کسانی که مدعی حقوق بشر بحث تبعیض زنان رو مطرح میکنن، بحث نقض حقوق بشر رو تو ایران مطرح میکنن، ولی از جمله همسر من رو جلوی چشم فرزند 4.5 ساله‌ام ترور کردن. من باور ندارم به این صحبت ها. از مردم کشورم هم میخوام که حتما توی انتخابات توی سرنوشت خودشون شرکت کنن، شاید ربطی به موضوع نداشته باشه، ولی واقعیت این استش که من رو این قضیه، این ترور و از دست دادن همسرم محکمتر کرده برای اینکه پیشرفت کشورم تو همه عرصه ها کمک کنم. حالا بحث انتخابات باشه، مطمئنم انتخابات به هر حال این یه روندی هستش، من اعتقاد دارم از مشروطه شروع شده، بحث دموکراسی و مردم سالاری از مشروطه شروع شده و با انقلاب اسلامی در حقیقت تداوم پیدا کرد این قضیه و روز به روز حضور ما در انتخابات اهمیت دادن به سرنوشت خودمونه، اهمیت دادن به خواسته های خودمونه. با این دیدگاه از مردم میخوام که توی انتخابات شرکت کنن و اون فردی رو که به نظرشون منافع و اون خواسته هاشون رو بیشتر تأمین میکنه انتخاب کنن، به مجلس بفرستن. حالا الان ما به انتخابات مجلس نزدیکیم، به این دلیل رو بس انتخاب و هر انتخاباتی که ما داریم این حق هر عرصی سیاسی، بله، هر عرصی راه پیمایی. الان که خودم اتفاقا راه پیمایی به ذهنم رسید، یه سوالم هست به ذهنم رسید که خانم دکتر عظیم‌زاده اردبیلی از شما میپرسم. ما پیش از راهپیمایی 22 بهمن شاهد این بودیم که خیلی کشورهای غربی تهدیدات وسیعی رو بر علیه ما، سعی حجمی وسیعی رو راه انداخته بودن. نکته جالب توجه اینه که بعد از این راهپیمایی 22 بهمن امسال که بسیار هم با شکوه و پر عظمت و پر هیبت برگزار شد، این در حقیقت حجمهای تبلیغاتی و این تهدیدات دشمن خیلی خیلی کاهش یافت، یک کاهش محسوس. فکر میکنید حالا که الان انتخابات در پیشه، این در حقیقت عرصه سیاسی دیگری که الان وجود داره چقدر میتونه در حقیقت اگر باقی مانده و تتمه همین تهدیدات رو از بین ببره؟ ما خاکریز رو داریم عوض میکنیم. دقیقا. یعنی خاکریز قبلیمون همونجور که عزیزمون اشاره فرمودن، یک موقع در عرصه مسائل سیاسی و اجتماعی خاکریز دفاع مقدس بود، بعد تو یک برهه‌ای خاکریز تبدیل شد به مبارزه علمی و دانش هسته‌ای، سلول‌های بنیادی، ارتقاء ایران، بله، در رده 8 کشور برتر دنیا. و این یه مقدار تحمل این پذیرشش برای امریکا و ایادی صهیونیسم دشوار بود. ایران اسلامی قدش بلند شده، فهم و کمالاتش در حد 8 کشور برتر علمی دنیاست، دانشمندان و نخبگانی رو در درونش داره، چه امریکا بخواهد چه نخواهد، که اون دانشمندان هم پایبند به ولایتن، هم پایبند به وطنشون هستن، هم پایبند خدمت به مردمشون هستن و هم پایبند تولید علم و دانشهایی که بتوانه جامعه انسانی رو رهایی بده. اینو ویژگی‌هایی هستش که ما در دانشمندان مختلف همچون شهید رضایی نژادها و دیگران شهدای هسته‌ایمون و دیگران دیدیم و داریم و قطعاً زیادن افرادی که در این زمینه بخوان حضور داشته باشن. امروز خاکریزمون عوض شد. یعنی الان ما بایستی شاید یه موقعی فکر میکردیم، میگفتیم چرا معصوم علیه السلام میفرماید که مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، بله، و قلم دانشمندان به مرحله‌ای میرسد در مرحله اول که اون مجاهدی که در عرصه مبارزه با کفار در صحنه جنگ رویاروی اسلحه به روی هم میکشن شهید میشه، ولی مداد اون عالم و اندیشمند میتونه اثرگذار باشه. امروز اون خاکریز اونجاست. امروز حرکت دانشمندان ما این اثر رو گذاشته که خاکریز ما و مدل مبارزمون یک مبارزه علمی، فرهنگی و در حقیقت مبارزه با دنیای کفری هستش که برای ما طراحی کرده. اما امروز انتخابات و حضور پرشور در پای صندوق‌های رأی در حقیقت تعویض کردن نیروهای تازه نفس برای یک مجموعه جدیده.
امروز من میخوام عوض همسر شهید دکتر رضای نژاد عرض کنم، هرچند که خود ایشون از کارشناس ارشد تحلیل مسائل سیاسی هستن و در این زمینه هم متخصصن، بهتر از من میدونن، مطمئنا حضور افرادی همچون ایشون و ما که شاگردان مکتب شهادتیم به ما یاد میده که بایستی برای انتقام خون شهدای هسته‌ایمون، برای انتقام خون شهدای گمنام، برای انتقام هزاران کودکی که در ایران، در غزه، در حلبچه، در سلیمانی عراق، در ایران، در کردستان، در همه جای ایران به شهادت رسیدن به خاطر مظلومیت هایی که به اونها روا شد، به خاطر شهدای ترور، بایستی پای صحنه باشیم. هر یک نفر یک تیر به قلب دشمنه، هر یک نفر یک تیر خلاص به قلب ناکام و افکار ناکام رسانه های قلبه برپ هست و مطمئنن مردم ما حضور دارن. شما اشاره فرمودید به 22 بهمن، شما دیدید در صحنه 22 بهمن همه آدم ها با سلیقه های مختلف آمده بودن، شاید همه ظاهر کاملی نداشتن ولی یک دل مملو و از عشق به وطن داشتن، عشق به ایستادگی ایران و پایداری ایران. این همون عشق و دلیست که قطعا مردم رو به پای صندوق ها هم خواهد کشید. من فکر میکنم که هم بینندگان محترم در جریان هستن، هم خانم های محترم، که ما یکی از پرفروشترین کتاب هایی که در 2-3 سال اخیر در کشور داشتیم کتاب دا هست، کتابی که خانم زهرا حسینی خیلی شیوا و زیبا خاطراتشون رو از سالهای آغازین جنگ، در واقع از پیش از آغاز جنگ، جنگ تحمیلی و مسائلی که داشته خاطراتشون رو میگن، پدر، برادرها، دوستان و اقوام، همسایه هایی که دونه دونه شهید میشن و دونه دونه این رنج شیرینی هست که دا در واقع مادر ایشون این رو داره به دوش میکشه و برای ما به ارمغان میاره، و همینطور شهدای بانوی دیگه‌ای که ما داشتیم، خانم فرهانیان که در خرمشهر شهید شدن و همه خانم‌های دیگه‌ای که در عرصه‌های مختلف دفاع مقدس، جنگ تحمیلی و همینطور عرصه‌های مختلف به شهادت رسیدن. من فکر می‌کنم که الان خیلی زمان خوبی هم هست که از خانم‌ها و بانوان یاد بکنیم که در یک سال اخیر در عرصه بیداری اسلامی در سطح جهان، در کشورهای بحرین، یمن خیلی خوب درخشیدند و ما متاسفانه میبینیم مسائلی که داره برای اینها اتفاق میفته و خوشبختانه میبینیم عرصه بازی که این خانم‌ها دارن اونجا برای خودشون فراهم میکنند. و شاید واقعا بشه گفت بدون هیچ الگویی این بانوان مسلمان واقعا چه الگویی دارن در کشوری مثل یمن، در کشوری مثل تونس، حالا در کشوری مثل عربستان که خانم‌ها هنوز حتی حق رأی هم ندارن، رانندگی هم نمیتونن بکنن. حالا بحثی که به وجود میاد این هست که آیا بانوی مسلمان ایرانی با توجه به آنچه که در این دست کم در این 33 سال اخیر تجربه کرده، در حالی که ما میدونیم انقلاب ما، انقلاب واقعی ما از سال 42 شروع میشه و ما شاید الان مادر بزرگهایی داشته باشیم که شهید داشتن و دیگه اصلا در قید حیات هم نیستند، انقلابی که از دهه های پیش شروع میشه و شرایطی رو که برای بانوی مسلمان ایرانی به وجود میاره، آیا میتونه زن مسلمان امروزی رو به عنوان یک الگو معرفی بکنه، الگویی که برای خانم‌ها و بانوان مسلمان در همه کشورهایی که به دنبال رسیدن به تعالیم اسلامی هستند یک الگوی مناسب باشه؟ خواهش میکنم شما فهم. من فکر می‌کنم قطعا اینطور هست، به دلیل اینکه زن ایرانی، ما الان نکته خوبی رو اشاره فرمودید، از سال 42 تا الان نزدیک 50 سال، یعنی داریم وارد نیم قرن میشیم، مبارزات ایران رو به رهبری حضرت امام و علمای گرانقدرمون برای آزادی خواهی، آزادی طلبی و رسیدن به یک ایران اسلامی و اون الگوی متعالی در جهان اسلام، و زنان از همون لحظات اول صحنه گردان این تبلور بودن. ما در میدان خراسان تهران در 15 خرداد 42 وقتی کفن پوشانی رو میبینیم که حرکت میکنن، تاریخ به ما میگه، مادران ما برای ما نقل میکنن، وقتی حرکت میکنن به سمت میدان شهدای کنونی، میدان ژاله، میبینیم که زنان هم در کنار اون کفن پوشان هستن. یعنی در تمام مرحله به مرحله این پیروزی زنان نقش داشتن و امروز زن ایرانی که توانسته
هم در سیاست کنار مردان قرار بگیره، هم در عرصه سیاست گذاری، هم در عرصه مدیریت علمی، هم در عرصه مدیریت تصمیم گیری، هم در مجلس به عنوان وکیل مردم. چون وکلایی که ما میفرستیم وقتی یه آقا یا خانم رأی میده به نمایندگان مجلس، اون خانومی که نماینده مجلسه هم وکیل من هست، هم وکیل یک آقا هست، فرقی نمیکنه. وکالت از آحاد ملت داره برای حفظ کیان این مردم، برای عزت این اسلام و این مملکت. و همه اینها میتونه یک الگوی رفتاری و عملی و عینی باشه برای زنان ملت‌های مسلمانی که امروز به بیداری رسیدن. ما می‌بینیم در یمن، در بحرین، با یک مراجعه به این کشورها و بررسی احوالات بانوان، می‌بینیم اونها در همایش‌های بین‌المللی به زنان مسلمان ایرانی میگن شما از موفقیت‌هاتون به ما بگویید، چون ما می‌خواهیم این الگوی رفتاری رو در کشور خودمون هم پیاده کنیم، چون مایل هستیم که بتوانیم به نحو شایسته ای عمل کنیم که هم از حقوق اساسی خودمون برخوردار باشیم و هم بتوانیم یک نماد درستی از الگوی عینی و عملی مادر نمونه، همسر نمونه و یک زن شایسته در عرصه سیاست گذاری و تقنین و قانون گذاری باشیم. خانم رضایی‌نژاد، من سوال خیلی کوتاه ازتون میپرسم و ازتون خواهش می‌کنم شما با اجازه هر چه تمام‌تر جواب بدید. شما که خودتون رو قربانی ترور میدونید، آیا هیچ وقت به این فکر کردید که حالا که شما همسرتون در راه توسعه و پیشرفت این کشور قربانی شد، خودتون رو کنار بکشید و دیگه تو عرصه ها شرکت نکنید؟ به هیچ عنوان. اتفاقا همونجور که گفتم، من حس میکنم ارادم محکمتر شده و حس میکنم باید به پیشرفت این مملکت، به اون آرمان هایی که همسرم به خاطرشون شهید شد، کشته شد، پایبندتر باشم بیش از گذشته. نه به هیچ عنوان. و عکس این قضیه هم برای خودم و قطعا برای دخترم هم پیش اومده و کسانی که البته با ایشون و بقیه شهدای عرصه جهاد علمی، خوبه که یاد کنم از شهید علی محمدی، شهید شهریاری و شهید احمدی روشن، تمام کسانی که با این افراد در ارتباط بودن، همین نگرش رو دارم. قطعا همینطوره. بسیار متشکرم. مطمئنا برای ما زنان هم همین وظیفه سنگینتری رو بر دوش ما میگیره، یعنی الگو میشوند برای زنان قهرمان برای ما، که ما هم برای حرکت در مسیری که این عزیزان قدم گذاشتن محکمتر از پیش باشیم و ثابت قدم تر. بسیار متشکرم از حضور خوب شما در برنامه دونیفاز، خانم رضایی‌نژاد، خانم دکتر عظیم‌زاده اردبیلی. خانم دکتر، برای شما در عرصه های مختلف اجتماعی آرزوی سربلندی های بسیار زیادی داریم. قطعا سربلندی برای کشورمون خواهد بود، همچنین برای شما خانم رضایی‌نژاد و دختر نازنینتون. امیدوارم که سربلند و پیروز باشید در پناه خدا. سپاس از شما بینندگان از شما بینندگان عزیز برنامه دو نیم ساعت هم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. شب شما خوش و بدرود. هرنده چرده مو